زیر این پرچم در ایالت ژنوای کشور سوئیس فرد به پارلمان راه یافته که 24 سال قبل با دشواری‌های زیاده به این کشور مهاجرت کرد. جاوید سنگدل مانند دیگر پناهجویان تجربه تلخ غربت را پشت سر گذاشت، اما با تلاش و پشت کار تحصیلاتش را تا سطح دکترا به سر رساند. به عنوان رئیس دانشگاه یومف سوئیس و استاد دانشگاه کار کرد. آقای سنگدل زاده کابل و نخستین افغان آسیایی است که از میان 690 نامزد که از آدرس 13 حزب خود را کاندید کرده بودند توانست چهارمین بیشترین رای را کسب نماید و به کرسی قانونگذاری ایالت ژنوا راه یابد. کار بسیار مشکل بود، رقابت بسیار سرسخت بود، بخصوص در انتخابات چند روز پیش بیش از 700 نفر کاندید بود و کسانی که متولد اینجا است، کسانی که از این کشور است، کسانی که چندین جنریشن یا نسل از این کشور است، با اونا رقابت کردن کار ساده نبود و بازم خداوند شکرگزار هستم که توانستم که در یک نتیجه بسیار خوب در لیست ما، در حزب لیست ما و پارلمان کشور سوئیس شهر ژنو را پیدا بکنم. جاوید سنگدل رسیدن به این کرسی را بسنده نمی داند و ای بدین باور است که اکنون فرصت‌های تازه برای افغان‌ها باز شده و انتظار دارد در چنین شرایط روز بتواند به بلندترین مقام در این ایالت برسد. ما باورمند به خود باید باشیم و کوشش بکنیم که بتانیم تاریخ ساز باشیم برای وطن ما. ما از پوزیشن کرده خوشبه هستم که کشور عزیزم در تاریخ سوئیس ثبت شد که افغان مهاجر که در اینجا پیدا نشده که به زبان فارسی خود مکمل صحبت میکنه یا به زبان پشتو توانست در یک کشور مثل سوئیس و در ژنو در پارلمانش را پیدا بکنه و در تاریخ کشور سوئیس ثبت شده. افتخار ما تاریخ وطن عزیز ما افغانستان که در اونجا پیدا شدیم، تحصیل کردیم، درس خوندیم و یک افتخار کلان است. آقای سنگدل حزب حزب عدالت و آزادی است، حزبی که یک سال پیش ایجاد کردید و در نخستین انتخابات ده تن از این حزب به پارلمان راه یافت. رئیس این حزب تنوع در فرهنگ ها و نژاد ها را برای مبارزه با افراد گرایی و تعصب در قبال پناهجویان مؤثر می داند. به نظر من تنوع در فرهنگ ها و داشتن اشخاص از ملیت های مختلف در یک حزب می تواند بسیار مؤثر باشد و این تنوع بخشی از مبارزه با تعصبات است. آقای سنگدل تجربه بین المللی دارد و از سوی دیگر وی شهروند سوئیس است. من خوشحال هستم که او را در تیم خود دارم. در این شهر کوچک نزدیک به 22,000 افغان زندگی می کند. شمار زیاد آنها اقامتشان را به دست نیاوردند. برخی با خطر اخراج اجباری مواجهند. پناهجویان افغان راه یافتن یک همشهریشان را به پارلمان به فال نیک می گیرند. کسی نبود تا فعلا در پارلمان کشور سوئیس که از ارزش های افغان ها، از هویت افغان ها و از فرهنگ افغان ها تا حد امکان دفاع کنه، ولی امروز واقعا ما یک صدا داریم در پارلمان کشور سوئیس که دکتر سب سنگدل است و این دستاورد بسیار بزرگ است که فعلا جامعه افغانی میتونه که صدای خود بلند کنه و به گوش دولت مردای کشور سوئیس برسانه. پارلمان ژنوا دارای 100 کرسی است که اعضای آن برای یک دوره 5 سال انتخاب می شوند. کار این پارلمان قانونگذاری و بازتاب خواسته های مردم است. اکنون که آقای سنگدل عضویت این شورا را دارد، در کنار مسئولیت های دیگر در آزمون همشهریانش نیز قرار دارد. سوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال، ژنوا.